هرکیز مره با از خوش اومدید به دومین قسمت از سری ویدیوهای کارتونهای ترکی با شادی که این قسمت دوم از آموزشمون با کارتون دختر کبریت فروش هستش امیدوارم که قسمت قبلی رو خوب یاد گرفته باشید و ممنونم از استقبالتون بریم سراغ این قسمت که قراره یک دقیقه از این کارتون رو اینجا ببینیم و تحلیلش کنیم خب گوش کنید الینده بر کتو تش گفت الینده بی کوتو توتیو موش الینده 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 بی کوتو توتیو یعنی تو دستش یه جبه گرفته بود الینده ببین اینجا ال دست الی دست. یعنی yani دستش پسند ملکیه این In اینکه دارید اینجا می بینید این پسبند ملکیه الی دستش نه میانجی رو دارم و ده رو دارم به معنای در الینده یعنی در دستش بی کوتو یک جعبه توتیورموش گرفته بود ببین توت از توتمک یعنی گرفتن اویور پسند حال ساده استمراری بهش اضافه شده و موش که نقلیه یعنی میگرفته است که بخوایم قشنگتر معنی کنیم میگیم گرفته بود الینده بی کتو تتیومو شد. لاما تو زبون فارسی نمیتونیم بگیم میگرفته می بود دیگه به خاطر همین روان ترجمه میکنم. الینده بی کتو تتیور مش. ادامه شو گوش کنید. سوکتان تیر, تیر, تیر کس خب در ادامه گفت سوکتان سوکتان تیر تیر تیتریان کس چجو سوکتان یعنی از سرما تیر تیر تیتریان کز چجو ببین این خودش یک اصطلاح تیر تیر تیتر مک یعنی لرزیدن در واقع میخواد بگه که از سرما همجه که داشت به خودش میلرزید تیر تیر تیترین کز چجو دختر بچه یا بچه دختر کز چجو ببین کز چوجو این ترکیب اسمی نامعینه در واقع داره اون نوع رو بیان میکنه بچه دختر که در واقع تو فارسی میگیم دختر بچه دیگه کیز چوجو میگه چی تیترین یعنی رو قبلا توی داستانهای ترکی شده خیلی بهتون گفتم این پسمندی که اینجا اضافه شده پسند فایلیه به بون فعل اضافه شده فعلم چیه؟ تیت ره بون فعلم از تیتر مک به اضافه یه میانجی شده به اضافه پسند فایلی شده یعنی کسی که میلرزد حالا کل این چیه؟ کل این اصطلاح تیر تیر تیترگن پس میگه سوکتان تیر تیر تیترگن کیز چجو دختر بچه که از سرما داشت میلرزید ادامه رو ببینید او انده استینه گلن عربای سان انده میگه چی؟ میگه او اندا او اندا استونه گلن عربایی سون اندا فرکت میش او اندا او آندا یعنی در اون لحظه استونه است یعنی بالا رو اینجا که میگه استونه این او پسوند ملکیه میخواد بگه چی میگه به سمتش استو نگه میانجی ای به یه به، به به سمتش گلن عربی گل از گلمک معنی آمدن پسمند فاعلی رو من اینجا دارم دوباره میبینی بونه فعل به اضافه پسند فاعلی شده بعدش هم فایل اومده گلن عربی یعنی ماشینی که می اومد. پس میگه او آندا یستونه گیلن عربی سون آندا فرق میش، میگه چی این یه میانجی ای رو که داریم به معنای را پسند مفعولیه سون آندا در آخرین لحظه فرق میش، فرق اتمیک یعنی توجه کردن متوجه شدن فرق اتمیش یعنی توجه کرده فرق میش. خب اینجا پسوند مازی نقلیه که اومد پس گفت او آندا یستونه گلن عربی سون آندا فرق میش. یعنی در اون لحظه ماشینی را که به سمتش می اومد در آخرین لحظه متوجه شد یعنی همون لحظه میره جلو و در آخرین لحظه متوجه میشه که ماشینی داره سمتش میاد در ادامه هی <applause> چوچوک <applause> بهش گفت هی چجوک هی چجوک راننده صدایش زد هی چجوک هی بچه هی چجوک کنار چکی سنه بهش گفت چی؟ گفتش که کنارا چکیل سنه کنارا چکیل سنه ازیل جکسین کنارا یعنی به کنار کنارا به کنار پسونده چکیل سنه چکیل بونه فلس چکیل مک پس رفتن عقب رفتن کنار کشیده شدن چکیل سنه این سنه پسوندیه که به بن فعل اضافه میشه و معمولا توی مکالمات غیر رسمی استفاده میشه چون محترمانه نیستش یعنی یالا برو دیگه میگه سن یالا بکش کنار حتما توی فیلم ها شنیدید باکسانا گلسنه بیا دیگه یا نگاه کن دیگه یا حالت تأکیدی داره ولی مثلا چی ده دیگه حالا محترمانه نیستش دیگه به خاطر همین توی مکالمات مثلا دوم شخص مفرد استفاده میشه چکیل سن یعنی بکش کنار که بکش کنار ازیل جکسین له خواهی شد ازیل جکسین ازیل بونه فعل از ازیل معنی له شدن پس پسوند آینده رو داریم با شناسه فردی ازیل جکسین کنارا چکل سنه ازیل جکسین کچک کز کندینه همین کارشه کالدرمه اتمش کچک کز کچک کز دختر کوچک دخترک کندینی همین کارشه کالدرمه اتمش کچک کز دختر کوچک کندینی خودش را نه میانجی رو دارم ای به من دارم به من را کندینی خودش را همین karşı kaldırıma atmış. Foren به پیاده roe مقابل انداخت خودش انداخت اون ور یعنی سری رفت خودش انداخت تو پیاده روی مقابل کرشی کلدرما اتمش اینا پسوند مازی نقلیه تو سطح آدو کتاب هیتیت یک و کتاب یعنی استانبول آدو آموزشش دادم کوچیک قز کندینی همن کرشی کلدرما اتمش در ادامه گوش کنید Ama koşarken terlikleri ayağından fırlamış. Ama koşarken, ama koşarken terlikleri ayağından fırlamış. Ama koşarken, ama moge daviden terlikleri ayağından fırlamış. Az paş parit birun, yani umad birun. ببین اما کشار کن اما کشار کن کش از کشماک به معنی دویدن پسوند آر رو داریم پسوند مزاره از زمان گسترده کن رو داریم به معنی وقتی که اما کشار کن وقتی که داشت میدوید تلیک لری تلیک دنپایی تلیک لری دن هاش این پسوند ملکیه تلیک لری آیندان آیاک پا آیا پسوند ملکی نگه میانجی دان به معنی از آیا اندان یعنی از پاش پرید بیرون اومد بیرون فرلا ما پریدن بیرون پریدن بیرون زدن حالا داریم برای دنپایی میگیم یعنی میخواست بگه دنپایش از پاش اومد بیرون فرلا مش بونه فل فرلا پسوند مازی نقلی بهش اضافه شد پس گفت اما کشارکن تعلیک لری آیا اندان در ادامه Kuşkan. Karşı kaldırıma geçtikten sonra dönüp bakmış. Karşı kaldırıma, karşı kaldırıma geçtikten sonra, geçtikten sonra dönüp bakmış. Karşı kaldırıma geçtikten sonra dönüp bakmış. Mige be piyadero ve muqabel. Karşı kaldırıma geçtikten sonra. یعنی بعد از گذشتن بعد از رفتن به پیاده رو مقابل گچ از گچمک عبور کردن رفتن گذشتن تیکتن رو دیگه بلدید دیگه پسندی که به بن فعل اضافه میشه و بعدش سونرا میاد وقتی میخوایم بگیم بعد از و به بن فعل میخوایم اضافه کنیم در واقع بعد از این پسند استفاده کنیم که به هش شکل ظاهر میشه دیکتان دیکتن به این شکل یکیش تیکتن هست میگه گچ تیکتن دنوب بکمش برگشته و نگاه کرده دن از دنمک اوب پسفند ما هست پسفند فعلیه به بن فعل اضافه میشه و دوتا جمله رو به هم ربط میده در واقع به این شکل دن به اضافه ی اوب شده یعنی برگشته و دیگه وقتی که این فیلم میاد بعدش و نمیاد توی, ز... توی جمله ترکی ها توی فارسی ترجمه که میکنیم میگیم و برگشته و باکمش نگاه کرده باک از بکمک نگاه کردن Ee, Paskov karşı kaldırıma geçtikten sonra dönüp bakmış. Hiçmedezinki böyle piyadırı ve muhabbeli raft. Bergeşte ve negah kardı. Der edame. O anda bir çocuğun terliklerini kapıp kaçtığını görmüş. Der edame. O anda bir çocuğun terliklerini kapıp kaçtığını görmüş. میگه در اون لحظه یه بچه در اون لحظه دید که یه بچه دنپایاش و قاپی تو فرار کرد قاپید تو فرار کرد میگه او آندا در اون لحظه و جون ببین پی و جون بچه اون پسوند مزافون لعی همه حالا پسوند مضافش کجاست تو جمله میبینیم میگه تلیک لرینی کپپ کچتنی تیک پسوند فعلیه که اینجا اومده بعد این پسوند مضافان لیه برای این یعنی فرار کردن اون بچه بچه را نه میانجی ای رو دارم به معنی را فرار کردن اون بچه رو دید حالا اه اگه برات سواله که این پس چیه تعلیق لر یعنی دمپایی ها ها یش این پسوند ملکی برای این دختر است میگه دمپایی هاش را نه میانجی ای به معنی را کپپ کاپ از کاپماک مک به معنی قاپیدن کاپ مک یعنی قاپیدن دزدیدن پسوند فعلی بهش اضافه شده در واقع کاپ به اضافه اپ شده قاپیده و خب پس گفت چی گفت او آندا بی چوجون تعلیکلرینی kaçtığını görmüş گرمش در اون لحظه بچه میبینه که دمپایی هاش رو دزدیده و فرار کرده در ادامه در ادامه میگه تلیک اینو دقت کن اینجا در واقع میگه تلیک این مه هستا حالا توی فیلم هم اشتباه زیر نویس شده ترلیکلریم لریم یعنی دمپایی هم تلیک لریم دمپایی هم داره اینو میگه دمپایی هم تلیک لریم بعد در ادامه میگه ارکسندن سسلن میشه یعنی به دنبالش صدا زده گفته سه آرکسندان آرکاسی پشتش نیه میانجی یعنی از میگه به دنبالش یعنی در ادامه اینکه که اون با... بچه دن رو میدوزده و فرار میکنه به دنبالش اینو میگه آرکسندان سسلن میش اینجوری گفته تعلیق لریم دمپایی سسلن میش یعنی صدا کرده گفته صدا زده سسلن بونه فله از سسلن و بعد هم پسند مازی نقلی در ادامه کشمش ای دوش اما چجور کشرک میگه کش کشموش اما چجور کشرک قزلا و زکلش میش کشموش دویده اما چجور کشارک کشرک قزلا و کشموش دویده اما چجور اما بچه کشرک در حالی که دویده هیزلا اوزاکلاش در حالی که میدوید به سرعت دور شد هیزلا با سرعت این پسند لا به معنی با هستش هیزلا با سرعت اوزاکلاش میش اوزاکلاشمک یعنی از همدیگر دور شدن پسند مازی نقلی داریم میگه دور شده کشموش دویده اما چجو شرک ببین این پسوند فعلیه من اینجا برات می نویسمش کشبونه فعلمه به اضافه آراک شده توی سطح آدو بهتون آموزش دادم کوشاراک یعنی در حالی که دویده وقتی میخوایم انجام یه کاری رو بیان کنیم و حالتش رو بیان کنیم یعنی دوتا کار رو در یه لحظه انجام دادن در واقع اینجا میخواد بگه در حالی که میدوید دور شد به این شکل بیان میکنیم پسند آراکو بهش اضافه کرده میگه کوشاراک در حالی که میدوید هزلا و زکلشمش. به سرعت ازش دور شد کشمش اما چجوک koşarak hızla uzaklaşmış. Eda şu kuşkan Çaresiz çıplak ayaklarıyla yürümüş. Ben çaresiz çıplak ayaklarıyla yürümüş. Niye çaresiz bir çare. İmpasman de siz hasbamanla bi. به اسم اضافه میشه و صفت درست میکنه چاره سیز بیچاره چپلاک ای ایکلریلا چپلاک یعنی برهنه لخت ایک اک... یعنی پا ایکلری پاهایش یه میانجی لا به معنای با با پاهای برهنش یورمش راه میرفت راه رفته یوریموش چار سیز بیچاره با پای, با برهنه راه رفته یوریمیش چاره سیز چپلک ایکلریلا و بی دوارن دیبینه ینشمش و بی دوارن دیبینه دیبی نه ببین این در واقع دیپ بوده به معنای عمق کف در واقع برای زمین و دیوار بخوایم استفاده کنیم میخوایم بگیم کف کف زمین بعد اینم ای بوده که در واقع اینجوریه میگه کنار دیوار نه میانجی ای هم به معنی به به قسمت این قسمت دیوار که می در واقع میشه بیخوبون گوشه دیوار به این شکل بیان میشه دوورین دیبینه و بی دوورین دیبینه یا نشمش یا نشبونه فله از یا نشمک معنی نزدیک شدن یا نشمش نزدیک شده یعنی چی داره میگه به کف زمین به ve köşe duvar nazdik شده ve bi duvarın dibine yanışmış. Elindeki kutuyu açıp yere koymuş. Elindeki kutuyu açıp yere koymuş. Elindeki کوتویو اچپ یره کویموش میگه الین دکی ال دست الی دستش یه میانجی دکیو دارم پسفنده که حالا میخواد بگه چی کوتویو یعنی جعبه ای که در دستش بود یه میانجی او به معنی را یعنی جعبه ای که تو دستش بود را باز کرده و آچ از آچماک پسفنده فعلی رو داریم ما اینجا آچ به اضافه پسفنده فعلی شده اچپ یعنی باز کرده ve yere bezamin koymuş, göz aşağıda be zemin gözüşte elindeki kutuyu açıp yere koymuş. Daradame geniş bir mukavva kutunun içine dizilmiş kibrit kutularına bakarken gözleri soğuktan yaşarıyormuş. Genmiğe geniş bir mukavva kutunun içine dizilmiş geniş bir mukavva kutunun گنیش یعنی بزرگ وسی مکاوا کوتو یعنی جعبه مقوایی میگه گنیش بی مکاوا کوتونون حالا اینجا پسوند مضافان لحی رو داریم ایچینه ایچنی داخل ایچی این پسوند برای اینجا داخلش لشنه میانجی به ای رو داریم به معنی به یعنی به داخل جعبه مقوایی به داخل یک جعبه مقوایی بزرگ دیزیلمیش میش ردیف شده چیده شده یعنی میخواد بگه داخل یک جعبه مقوای بزرگ ردیف شده دیزل میش دیزل از دیزل میکنی ردیف شدن چیده شدن اینم هم پسند مازی نقلیه در واقع دیزل میش داره توصیف میکنه کلمه بعدی رو میگه دا به داخل جعبه مقا... به داخل یه جعبه مقوای بزرگ دیزل میش کیبریت کتولارینه پس میخواد بگه که جعبه های کبریتی که ردیف شده پس این ادامه شه جمله تموم نشده دیزیلمیش میش کبریت کتولارینه کبریت کبریت کتو جعبه کیتو یعنی به جعبه های... به جعبه های کبریت تی که ردیف شده توی جعبه مقوای بزرگ با کارکن در وقتی که نگاه کرده با کارکن با از باکماک پسوند زمان گسترده کن و معنی وقتی که با کارکن گزلری چشمانش سوکتان از سرما یه شریورمش. یعنی پر از اشک میشد یه شریور موش حواست باشه یه شرمک بونه از یه, شر... یه شر بنفل از یه یعنی خیس شدن پر از اشک شدن چشم پر از اشک شدن پسوند زمان استمراری و پسوند مازی نقلی یعنی وقتی که به جعبه های کبریتی که ردیف شده بودن توی یک جعبه مقوایی بزرگ نگاه کرد چشماش از سرما یه شریورموش پر از اشک میشد. اینم از این قسمت که با همدیگه بررسی کردیم بهتون پیشنهاد میکنم یک بار دیگه این ویدیو رو ببینید و ببینید که چقدر راحتتر الان متوجه میشید حتی میتونید فقط به صدای من گوش کنید که دارم فقط جمله رو میخونم بدون معنی میدونید که بعد از اینکه قسمت ها تکمیل بشه این این کارتون تموم بشه بررسیش کل کارتون رو میذاریم براتون روی یه وبسایتمون که برید ببینید پس همراه من باشید در این قسمت ویدیویی و همچنین قسمت های بعدی تا این بخش از داستان رو تموم کنیم و ویدیوش رو روی وبسایت ترکیش بیچادی بزنیم که شما کامل برید ببینید و کیف کنید که چقدر قشنگ یه کارتون رو به خوبی کلمه به کلمه متوجه میشید مرسی که همراه بودید ویدیو اگه براتون مفید بود حتما لایک کنید و نظراتتون رو توی کامنت ها در مورد این ویدیو هم برامون بنویسید کانال رو به دوستانتون حتما معرفی بکنید اگر سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید ویدیوی بعدی اون رو از دست ندید ترکچه لکلن بزیم لکلن هشکلن هش